در مسیر خوشبختی قسمت 18. دو روز بود که از رفتن مانی می گذشت و تو این مدت دو سه بار با هم تلفنی صحبت کرده بودن. اونم خیلی کوتاه. مانی درگیر بود و لیا هم با این وضع حرفی باهاش نداشت که بزنه. مانی هم فقط همین که خیالش از بابت خوب بودن حال لیا و امنیتش راحت می شد براش کافی بود. داشت از دانشگاه برمی گشت خونه که تو کوچه یه نفر صداش زد. خانوم با شما هستم. چرخید سمتش. یک مرد تقریبا میان سال بود که از تو پیاده رو داشت می اومد سمتش. با استاد ببینه چه کار داره. بله، شما همسر آقای سایی هستید؟ شما؟ میگم حالا فقط میخوام بدونم هستید یا نه. لزومی نداره بهتون توضیح بدم. توضیح بدی ندی واسه من فرقی نمیکنه، چون کسی که یه ماه خونه یه پسر میمونه و میره و میاد یا زنشه یا عزیز کردش. خلاصه قاعدتاً باید آقای مهندس براتون مهم باشن دیگه، نه؟ لیا ماتش برد. این کی بود که از مدت زمان اقامتش تو خونه مانی هم خبر داشت؟ چی میخواست از لیا؟ متوجه حرفاتون نمیشم. میشه واضح‌تر حرف بزنید؟ لب مطلب اینه که این آقای مانی شما داره کاری میکنه که 100% به ضررش تموم میشه. من اینو 1000 بار تو گوشش فرو کردم ولی به خرجش نمیره که نمیره. گفتم به شما بگم شاید بیشتر به فکرش باشی و از رو دلسوزی یه کاری براش بکنی. ببینم اصلا اسم منو شنیدی تا حالا یا نه؟ من سماواتیم. حرفی ازم بهت زده؟ لیا سرشو به چپ و راست تکون داد، در حالی که حدس می زد این آدم همون آدمیه که باعث شد اون روز مانی با سر و صورت کبود و داغون بیاد خونه. چشمای سماواتی با فهمیدن این قضیه که لیا نمیشناستش برقی زد و گفت قبل از هر چیزی بهتر این حرفا بین خودمون بمونه، چون مسلماً جناب سایی نمیخواد چیزی از من به شما بگه که پنهون کاری کرده. الانم اگه حرفی بهش بزنید یا انکار میکنه یا بازم زیر بار نمیره. قبول؟ اینو دیگه خودم تشخیص میدم. شما فقط بگید الان حرفتون چیه؟ ببینید خانوم، من سند یه زمین بزرگ و با ارزش داشتم که این سند توسط یه آدم دغلباز و دزد و کلاش افتاده دست شوهر شما. من اون آدم رو نتونستم پیدا کنم، ولی الان طرف حساب من آقای ساییه. اون زمین مال منه، سندش هم باید دست من باشه، ولی قدبازی و یک دندگیش نمیذاره من به حقم برسم. من حتی مدرک اینم دارم که این آقا بابت گرفتن اون سند یک قرونم پول نداده و این یعنی کلاهبرداری، یعنی زد و بند، یعنی شارلاتان بازی که هیچ جور توکت من نمیره. یه چیزی این وسط لیا رو مشکوک میکرد که همونو به زبون آورد. اگه اونقدری که میگید اون زمین ارزش داره و اگه اونقدر مطمئنید که مانی کلاهبرداری کرده، چرا از طریق قانون اقدام نمی کنید؟ چون هر دفعه اسم مأمور و کلانتری میاد وسط یه جورایی کوتاه میاد و منو سر می دونه. منم گفتم قضیه بین خودمون حل بشه بهتره. در جریانید که این روزا پای هر کی به کلانتری و دادگاه و دادسرا باز بشه از ارزش و اعتبار می افته. ولی این تو بمیرید دیگه از اون تو بمیریان نیست. آخرین امیدم شما بودی که بتونی کمکم کنی. اگه شما هم کاری برام نکنی مجبورم برم با مأمور بیام. لیا در حالی که نمیدونست چه کاری از دستش برمیاد که برای این مرد انجام بده، ولی تا اسم مأمور اومد برای حفظ آب روی مانی هم که شده گفت چه کاری از من برمیاد. ساده است خانوم، شما باید بگردی از بین اسناد و مدارک مهندس سند اون زمین منگول داری که مال منه رو بیاری بدیش به من. اینجوری نه سیخ میسوزه نه کباب. من نمیتونم همچین کاری بکنم، اونم وقتی مطمئن نیستم دارید راست میگید. وجود اون سند تو وسایل شوهرتون
بهتون ثابت میکنه که راست میگم. به هر حال ریش و قیچی دست خودتونه. من حرفامو زدم. امیدوارم آنقدری عاقل باشید که بهترین تصمیمو بگیرید. مطمئن باشید هستم و بهترین تصمیم از نظر من اینه که اصلا تو این قضیه دخالت نکنم. بذارم خودتون مشکلتونو با آقای سایی حل کنید. با اجازه. پشتشو کرد به سماواتی و راه افتاد سمت خونه. ولی ذهنش لحظه‌ای خالی نمی‌شد از این مرد و حرفاش. یعنی داشت راست می‌گفت. مانی همچین آدمیه که سند زمین مردم رو با دوز و کلک از چنگشون در بیاره، محال همچین کاری بکنه. ولی پس چرا این یارو اینقدر حق به جانب بود؟ ای بابا، من هرچی میخوام بهش فکر نکنم نمیذارن. که خودشم که نیست، گرفتاری ها و مشکلاتش صاف میفته وسط زندگی من. درست تا فرداش فکرش مشغول بود، با اینکه مدام میخواست خودشو متقاعد کنه که ربطی بهش نداره. چند بار خواست به مانی زنگ بزنه و جریانو بهش بگه، ولی پشیمون شد. ترسید عکس العمل بدی نشون بده و فکر کنه لیا داره سرک میکشه تو کاراش. مطمئن بود اگه بهش بگه میخواد داد و هوار کنه که به تو چه ربطی داره و سرت تو کار خودت باشه، ولی لیا واقعا دیگه تحمل این حرفا رو نداشت. در حالی که داشت به استادا فوش میداد که تو این آخر ترم و با این کلاس های تق و لق دانشجوها رو مجبور میکردن بدن سر کلاس، از ساختمون رفت بیرون که همونجا جلوی در با دیدن سماواتی و ماموری که همراهش بود خشکش زد. آب دهنش رو با ترس قورت داد و نگاه حیرت زدش رو از مأمور جوان آگاهی به صورت حق به جانب سماواتی دوخت. پس بیراه نمی گفت اون حرفا رو. اونقدری از خودش مطمئن بود که رفته مأمور آورده. با اخمی که رو صورتش نشوند رو به سماواتی گفت: فکر می کردم حرفاتون دیروز تموم شده باشه آقای سماواتی. گفتم اگه به حرفام گوش نکنی با مأمور میام. الانم دیگه باهاتون کار ندارم. فقط میخوام برم با این مأمور سایی رو از طولونش بکشم بیرون. به همراه مأمور یک قدم به سمت ساختمون برداشت که لیا جلوشون قد علم کرد. تحت هیچ شرایطی نمیخواست بذاره پاشون به محل زندگی مانی باز بشه و 4 تا در همسایه بفهمن که از کلانتری اومدن دنبالش. مانی که همیشه به فکر حفظ آب رو بود، با شنیدن این خبر داغون میشه. ایشون الان خونه نیستن، لطف کنید تشریف ببرید. پس کجاست؟ شرکتش هم که نیست. نکنه دومشو گذاشته رو کولش و از ترس ما فرار کرده؟ لیا یه لحظه از ذهنش گذشت. نکنه واقعا همچین چیزی باشه. مانی که چیزی از علت سفرش به لیا نگفت، فقط گفت یه کاری پیش اومده. نکنه جدی جدی فرار کرده از دست سماواتی؟ یعنی واقعا کلاهبرداری کرده که حالا از ترس مأمور گذاشته رفته؟ اونش دیگه به من ربطی نداره. ایشون الان خونه نیستن. شما حق نداری بری تو بی خودی آبرو ریزی راه بندازی. سماواتی ببخشیدی به مأمور گفت، با اشاره ابرو از لیا خواست که همراهش برن اون طرفتر تا صداشون به گوش مأمور نرسه. لیا با تردید رفت سمتش و همونطور که سرش پایین بود و دنبال یه راه حل برای خلاص شدن از این مخمصه میگشت، صدای آروم سماواتی رو شنید. ببین خانوم، چه شما اینجا واسه ما دیوار بکشی، چه بری کنار، ما میریم تو، چه آبرو ریزی چه بی آبرو ریزی، تکلیفمونو با اون مردی که روشن میکنیم. درست حرف بزنید آقا. سماواتی با دیدن چشمهای گشاد شده لیا و لحن تندش سری به تأیید تکون داد و گفت: خیلی خوب، اصلا جناب مهندس سایی خوبه؟ فرقی میکنه تو اصل مسئله که باید با ما بیاد بریم کلانتری؟ لیا تا خواست حرفی بزنه سماواتی مهلت نداد و گفت: البته اینم بگم، همه اینا در صورتیه که شما کوتاه بیای و اون سند رو به من برسونی. اگه همینجا یه جوری خیال منو راحت کنی، دست این مأمور رو میگیرم و میرم، انگار که نخانی اومده نخانی رفته. من چطوری میتونم کمکتون کنم وقتی تا حالا اون سند رو ندیدم و حتی مطمئن نیستم که تو این خونه هست یا نه؟ دیگه اینجاهاش به من ربطی نداره.
یه سند منگوله داره به اسم پدر من مصطفی سماواتی. اگه خوب بگردی حتما پیداش میکنی. لیا هنوز شک داشت به این کاری که سماواتی ازش میخواست. نمیدونست برای مانی آبرو حیثیتش مهمتر بود یا اون سند، ولی هرچی بود باید زمان میخرید ازش. سماواتی که دست از کردن لیا رو دید روشو کرد به اون طرف و با صدای بلندی گفت سرکار. لیا با یک گام بلند دوباره روبروش قرار گرفت و گفت من تا فردا اون سند رو به دستتون میرسونم. چشمهای سماواتی پر از شک شد. با چه تضمینی؟ دیگه نمیدونم چه تضمینی. باید اول بگردم دنبالش. هیچ تضمینی نمیدم چون ممکنه پیداش نکنم، ولی اگر پیدا کردم فردا هر طور شده به دستتون میرسونمش. نه دیگه نشد. ممکنه اصلا نگردی و بیای الکی بگی پیداش نکردم. اگرم نمیخوای تضمین بدی من یه راه دیگه پیش پات میذارم. چه راهی؟ من و این مأمور الان از اینجا میریم. تو هم میگردی دنبال اون سند. تا فردا هم نه، تا همین امشب. اگه پیداش کردی که هیچ، اگه نکردی من بهت تضمین میدم که آقا مانیتون رو دیگه سالم و سرپا نمیبینید. اخمای لیا در هم نشست و ضربان قلبش در اثر استرس ناگهانی که بهش وارد شد به نهایت رسید. دارید تهدید میکنید؟ اسمشو هر چی میخوای بذار، فقط بدون صبرم آنقدری لبریز شده که دیگه نشه جمعش کرد. پس حواستو جمع کن، امشب آخرین مهلته. میام همینجا وای میستم تا بیای. البته اگه دوست داری جناب مهندس سالم بمونن، اگرم نه که من و آدمام کار خودمونو میکنیم، آبم از آب تکون نمیخوره. سماواتی لیا رو همانجا وسط کوچه هاج و واج تنها گذاشت و همراه مأموری که باهاش اومده بود رفت. لیا اولین کاری که کرد این بود که یه قرص بخوره تا از شر این ضربان کوبنده و نامنظمش خلاص شه. شاید اینطوری فکرش به کار بیفته و بفهمه باید چه کار کنه. نگاهی به ساعتش انداخت. دیگه وقتی برای رفتن به دانشگاه نداشت. الان باید با این دغدغه جدید ذهنیش یه جوری کنار می اومد. دلش نمیخواست به حرفای اون سماواتی بی منطق اهمیت بده، ولی از تصور بلایی که ممکن بود به خاطر این مسئله سرمانی بیاد یا حتی آبرو ریزیش با رفتن به کلانتری راحتش نمیذاشت. لیا که با دیدن 4 تا زخم و کبودی روی صورت مانی مرد و زنده شد، حالا چجوری میتونست دست رو دست بذاره تا اون مردک هر کاری که دلش میخواد بکنه؟ از طرفی میخواست جریانو یه جوری به گوش مانی برسونه تا بفهمه که سماواتی با مأمور اومده در خونه، و از طرفی میترسید مانی کاری کنه که به ضررش تموم شه و دوباره مثل اون دفعه آسیب ببینه. با فکر اینکه اول از وجود اون سندی که سماواتی ازش حرف میزد مطمئن شه و بعد اقدام به هر کاری بکنه، برگشت تو ساختمون. شاید اصلا همچین چیزی نبود و اون یارو داشت بلوف میزد. شاید سوء تفاهم شده بود. شاید قصد اذیت و آزار و نارو زدن داشت. 1000 تا احتمال وجود داشت برای اینکه لیا حرفاشو باور نکنه، ولی اون لحظه نجات جون مانی از هر چیزی براش با ارزشتر و مهمتر بود. برای گشتن اول از اتاق مانی شروع کرد، ولی تو کمد و کشوهاش جز لباس و یک سری خرت و پرت هیچ چیز به درخوری پیدا نکرد. اصلا انگار اسناد و مدارکشو اینجا نمیذاشت. یاد اون یکی اتاق این خونه افتاد که اصلا پیش نیومده بود بره اونجا، ولی از اونجایی که شبیه به اتاق کارش بود شاید اینجور وسایلشو اونجا میذاشت. کشوها و کمدای میز کارشو زیر رو کرد. بعضیاش درش قفل بود و اونایی که باز بودم چیزی نبود توش. خواست بره یه چاقو بیاره که قفل کمدو باز کنه، ولی یهو چشمش به یه کمد کوچیکی که بین کتابخونه و دیوار بود افتاد که درش باز بود و کلیدش هم روی قفل.
انگار که عجله داشته و چیزی از توش برداشته و بعد یادش رفته ببنده. سری رفت سمتش و نشست جلوش. خرت پرتاشو ریخت بیرون به هوای اینکه چیزی شبیه سند پیدا کنه، که بالاخره چشمش به چیزی خورد و بلافاصله برش داشت. خودش بود، همون سندی که اون یارو ازش حرف میزد و به نام مصطفی سماواتی بود. پس یعنی همه حرفاش حقیقت داشت. یعنی اگه این سند رو میبرد میداد به سماواتی، همه چیز تموم میشد و دیگه لازم نبود آنقدر استرس بلایی که قرار بود سر مانی بیاد و بکشه. هنوز تردید داشت برای اینکه به مانی زنگ بزنه یا نه. مسلماً اگر میفهمید لیا اومده سر وسایلش عصبانی میشد، اما نمیتونست همینجوری بشینه دست رو دست بذاره، سند و گذاشت کنار و بقیه کاغذها و پوشه هایی که از تو کمد ریخته بود بیرون و خواست برگردونه سر جاش، که بینشون چشمش خورد به یه پاکتی که مخصوص آزمایش بود. توشو که نگاه کرد دید یک آزمایش کلیه با یه چیز شبیه آزمایش سونوگرافی، از همونایی که سر حاملگی خواهرش دیده بود. تاریخاشونم مال خیلی وقت پیش بود، تقریبا یک سال و نیم پیش، ولی مانی برای چی باید یکی از اینا رو داشته باشه؟ چه بیماری و دردی داشت که به خاطرش رفته بود سونوگرافی؟ تو یک لحظه تمام فکرش از اتفاقات دیروز و امروز خالی شد و حالا فقط داشت به قضیه پشت این آزمایش که چیزی ازش سر در نمی آورد فکر می کرد. خدایا این بشر چشه؟ چرا انقدر مرموزه؟ چرا انقدر چیزای پنهانی داره تو زندگیش؟ نکنه یه مرض لاعلاج داشته باشه؟ نکنه به خاطر همینه که برای تداوم این رابطه و ازدواج راغب نیست؟ نکنه، نکنه خدایی نکرده زبونم لال ایدز داشته باشه؟ نکنه به خاطر همینه که انقدر خودشو نفسشو کنترل میکنه تا وا نده و با کسی وارد رابطه نشه؟ یعنی من یک ماه دارم با همچین آدمی زیر یک سقف زندگی میکنم؟ خدایا خودت به دادم برس. چجوری بفهمم؟ همون لحظه یاد میسم افتاد. دیگه وقتی برای تردید نبود. کارتشو هنوز داشت و الان دیگه وقتش بود که بره پیشش تا ازش بپرسه جریان این آزمایش ها چیه. مسلماً اون میدونست که از لیا خواست رو کمکش حساب کنه، وگرنه هیچ وقت پیشنهادشو نمیداد. با فکر اینکه وقتی برگشت وسایل این کمدو جمع میکنه، آزمایشا رو برداشت و سریع دوید رفت تو اتاقش. خدا خدا میکرد فکرهای توی سرش غلط باشه، چون اگه میفهمید همچین چیزی درسته دق میکرد از غصه. نه به خاطر خودش که این مدت علاف مانی شده، فقط به خاطر آینده تباه شده مانی. ولی یه چیز توی سرش مدام اون رابطه هایی که مانی اقرار کرد با دوست دختراش داشته بهش یادآوری می کرد. یعنی ممکنه از همون موقع مبتلا شده باشه. تو سالن انتظار مطب میسم نشسته بود و یه پاشو عصبی تکون می داد. چند تا مریض تو نوبت بودن و معلوم نبود کی نوبتشون برسه. لیا هم با اینکه خیلی عجله داشت برای اینکه زودتر بفهمه تا بلکه یکم این قلبش آروم بگیره، ولی ترجیح میداد تا رفتن آخرین مریض صبر کنه که بتونه با خیال راحت با میسم صحبت کنه. نگاهی به ساعت که 5:30 عصر رو نشون میداد انداخت و رو به منشی مطب پرسید: ببخشید آقای دکتر، معمولاً تا چه ساعتی مریض ویزیت میکنن؟ تا ساعت 7 گلم. چطور، عجله داری؟ تا اومد جواب بده در اتاق میسم باز شد و میسم همراه مریضی که برای بدرقه‌اش تا دم در اومده بود تو چارچوب در ظاهر شد. نگاهش که به لیا افتاد بهت زده رفت طرفش. لیا هم به احترام از جاش بلند شد. سلام.
نگاهش به صورت بیرنگ و رو و حال نزار لیا بود. وقتی گفت سلام، اینجا چه کار میکنی؟ راجع به همون مسئله‌ای که گفتید به کمکتون احتیاج دارم. میثم که منتظر همچین روزی بود، نگاه مستأصلشو به مریضای ویزیت نشده انداخت. کلیا سریع گفت من منتظر میمونم تا کارتون تموم شه، عجله ای ندارم. خیلی خوب، پس بشین. لیا نشست سر جاش و میثم به منشیش گفت زنگ بزنه به مریضای ساعت 6 به بعد و بگه فردا اول وقت بیان. خودشم رفت تو اتاقش. بالاخره بعد از یک ساعت مطب خالی شد و میثم منشی رو هم مرخص کرد و از لیا خواست بره تو اتاقش، در حالی که هنوز نمیدونست چی باعث آشفتگیش شده. پشت میزش نشست و لیا هم روی صندلی کناریش. خب چه کمکی از من برمیاد؟ لیا با دستای لرزونش برگه آزمایش و سونوگرافی رو از تو کیفش درآورد و گذاشت رو میز میثم. لحنش لرزون و پر بغضش بود. اینا چیه آقا میثم؟ مانی چشه؟ این آزمایش رو برای چی داده؟ دلیل رفتارش مربوط به همین برگه هاست؟ آره، تو رو خدا بگید، دارم دق میکنم. میثم نگاه حیرون و بهت زدهش رو از آزمایش ها به صورت لیا دوخت. اینا رو خودش بهت داده؟ نه، خودم پیدا کردم. دنبال یه چیز دیگه بودم که اینا رو پیدا کردم. میثم که اصلا فکرشم نمی کرد مسئولیت توضیح این مسئله به عهده خودش باشه، با کف دست پیشونیش رو ماساژ داد و فکر کرد که چجوری باید زندگی مختل شده مانی تو یک سال و نیم اخیر رو برای لیا توضیح بده. آقا میثم، خواهش میکنم، من حقمه بدونم، مگه نه؟ میثم صندلیشو کامل چرخوند سمت لیا، خیره تو صورت حیرونش یکم حرفاشو سبک و سنگین کرد و گفت قبل از هر چیز به هم بگو تو این مدت چقدر مانی رو شناختی؟ یعنی چی ازش دیدی؟ حس میکنی کدوم ویژگیش از همه بارزتره؟ لیا در حالی که داشت فکر میکرد این حرفا ربطی به محتوای اون برگه ها داره گفت خب مانی آدم مغروریه و دقیقا همینه. سرمنشأ همه مشکلات زندگی مانی همین غرورشه. تو هر تصمیمی، تو هر کاری اولویت اصلیش غروره. تا وقتی جلو میره، تا جایی پیش میره که به این حسش لطمه وارد نشه، وگرنه حاضر حتی زمین و زمانو به هم بدوزه. من گیج‌تر شدم، نمیفهمم منظورتونو. میثم سری به تأیید تکان داد و گفت اینا رو گفتم که بدونی دلیل یک سری از تصمیمات مانی رو تو زندگیش شاید بتونی درکش کنی. از جاش بلند شد و پشت پنجره اتاقش وایستاد. به بیرون خیره شد. رفت به اون روزایی که زندگی جهنمی الان دوستش رو رقم زد. تقریبا یک سال نیم پیش بود که مانی بعد از سفر یک هفته‌ایش به مالزی حالش بد شد. چیز خاصی نبود. یه ویروسی بود که اونجا گرفته بود و بعد از چند روز درمان شد، ولی همین مسئله بهونه ای شد برای اینکه مجبورش کنم به دادن یه آزمایش کلی. چه میدونستم بعدش چی میشه؟ میخواستم نقش یک دکتر وظیفه شناس رو برای دوستم بازی کنم. خدا رو شکر همه چیزش عالی و نرمال بود. فقط نیم نگاهی به چهره منتظر و مملو از نگرانی لیا انداخت و دوباره به بیرون خیره شد. مانی عقیمه. صدای هین بلند و ناباور لیا تو اتاق پیچید. شاید تنها حدسی که درباره مشکل مانی نزده بود همین مسئله بود که حالا می دید در نوع خودش مسئله مهمیه، ولی حتی فکرشم نمی کرد. پایان قسمت 18.